یکی از وکلای مرجعیت شیعه با اعضای مجلس علمای کانادا دیدار و گفتگو نمود. مجلس علمای کانادا میزبان حجت الاسلام والمسلمی شیخ محمد تقی زاکری وکیل مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدزلو و نماینده بنیاد جهانی آیت الله شیرازی در شهر واشنگتن آمریکا و نیز جمعی از روحانیون و علما بود. در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد تقی زاکری به سخنانی با اشاره به نقش علما و فعالیت‌های فرهنگی ایشان در کشورهای غیر مسلمان گفت بنده از همه تلاش ها و زحمات کشیده شده در راستای خدمت به پیروان اهل بیت علیه و سلام تشکر می کنم. حجت الاسلام سید علی قاسم مرتزا نیز در ادامه بر ضرورت پشتیبانی و تقویت پروژه های جامعه اسلامی در کانادا همچون حمایت و ساخت مدارس اسلامی دائمی و مقابله با چلاش های بزرگ تاکید کرد. در ادامه حجت الاسلام سید الجزایری شرح مختصری همچون دلایل ساخت و تأسیس و نیز برگزاری کنفرانس ها شرح کار هیئت و منا و کمیسیون اجرایی و اهداف مجلس علمای کانادا را به حاضران ارائه کرد در پایان حجت الاسلام و زاکری ضمن ابلاغ سلام و درود مرجعیت شیه به تمامی علما در کانادا ضمن اعلام آمادگی همکاری بیشتر بین علمای کانادا و آمریکا برای ایشان آرزوی موفقیت از خدای متعال طلب نمود